اعتصاب گسترده رانندگان کامیون در نقاط مختلف ایران مشکلات جدی برای صنعت حمل و نقل کشور ایجاد کرده است. آنها به پایین بودن دستمزدشان معترضند. دولت و مجلس هم هم قول مساعد دادند هم تهدید کردند. تا کنون که قولها عملی نشده اما تهدیدها عملی شده است. مقامات قضایی از بازداشت 70 نفر در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در چهار استان کشور خبر دادند. چرا دولت از حل مشکلات کامیونداران عاجز است؟ چرا همواره راه حل حکومت برای اعتراضات برخورد امنیتی است آیا, ات... آیا اعتصاب کامیون صنفی است یا سیاسی من با بخش آخرش از برید شروع کنم که این سوال رو برای جوامه در حال گذار جوامعی که هنوز درگیر ابتدایی ترین مسائل سیاسی خودشون هستم سوال واردی نمیدونم که آیا فلان حرکت سیاسی است یا سنفی است ما حتی نفس کشیرونمنم سیاسی است یعنی میزان کیفیت آلودگی که در هوا هست و وارد ریه ما میشه کاملا با شرایط سیاسیمون ارتباط مستقیم داره کامیون دارا طبعا با رئیس سندیکای خوندشون مشکلی ندارند یا با فلان سندیک های رقیب هم مشکلی ندارند یا حتی با فلان وزیری که جدیدا فلان قانون حزبی خودش رو مثلا آره یا سنفی خودش رو مطرح کرده با اونم مشکل ندارند با دولتی مشکل دارند که در تأمین بدیهیات زندگی اونا آجزه من یه دوستی دارم از اون به اصطلاح فرهنگی کارها که خیلی اصرار داره رو مسئله فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و آموزشی منم خیلی باش موافقم ولی اختلافم با اون در اینه که میگم ما برای ابتدایی ترین تحولات فرهنگی و آموزشی هم به تحولات سیاسی نیاز داریم فرض کنید همه ما تموم فعالیت رو متوقف کنیم فقط شب و روز درگیر کار آموزشی و فرهنگی باشیم خب ابزارهای مهم آموزشی و فرهنگی در دست دولته اونا آموزش پروریش رو در اختیار دارن که دوازده سال مغز جوانان و نوجوانان و کودکان ما رو کنترل میکنه شبکه های راهیان نور رو در اختیار دارند صدا و سیمای میلیاردی رو در اختیار دارند کمترین تحولی که بشه در عرصه فرهنگ و در عرصه آموزش برای جامعه ایران انجام داد باید از تغییر در صدا و سیما و تغییر در وزارت آموزش پرورش شروع بشه که اونم یک امر سیاسیه پس ما هیچ فعالیت غیر سیاسی در ایران نداریم هر گونه مطالبه اقتصادی فرهنگی آموزشی سنفی به نظر من کاملا سیاسیه ببینید اولا تعداد بازار شده ها بر اساس رسانه های رسمی نه بر اساس رسانه های مستقل و مدافع حقوق بشر الان از 256 260 و, و حتی حدود 300 نفر من 4 تا استانش بله و تقریبا سراسری شده آه. یعنی الان هیچ شهر مهم و شهرستان مهمی در ایران نیست که کامیونداران رانندگان کامیون در اون دست به اعتصاب نزدن و در واقع نشانه به سلا گسترش این اعتراضی با تهدید و ارعاب هم کار درسته میشه اینها منم راستش با این طرح سال خیلی موافق نیستم که حالا این سنفیس یا سیاسی سینا میگن آقا ما راننده ایم ما تایر نداریم ما بعد از هر سرویس میدونید هر بعد از هر سفر این کامیونا محتاج سرویس هن. از وقتی هزینه سرویس تعمیر کامیون بر نمیایم حتی بعد یه چیزی هم از جیب خالی خودمون بذاریم نمیتونیم به نون زن بچمون رو در بیاریم در نظر بگیرید واقعا اینا از محرومترین ترین اخشار جامن کار رانندگان کامیون کار طاقت فرسایی میدونم چون پدر خود من تمام عمرش به اشتغال به این کار داشت و فرمان اینها بالین اینهاست روزها و هفته ها در واقع حسرت یک وعده غذای خوشمزه رو میکشن حسرت به خوابیدن توی بستر تمیز روی توشک رو میکشن تمام زندگیشون صرف این راههای های بی میشه و هر گونه به صلاح تحقیر و مشقت رو میپذیرن برای اینکه یه لغم نونی جلوی زن بچهشون بذارن چون هیچ پشت پناه دیگه هم ندارن اینها و اینا میگن آقا ما تایر نداریم کرایه ها کافی نیست و آقایان میگن چشمتون کور دندتون نر شما اگر شده این کامیون ها رو, رو کولتون بذاری باید برید این جنسایی که ما قاچاق وارد میکنیم من رئیس قوه قضاییه و من فرمانده فاصله سپاه پاسداران اینا رو حمل کنید بیارید خب نمیشه اینجوری اینها اعتراض میکنن و اعتراضشون هم در واقع به حقه و کاملا منطقیه من نمیشه به زور اینا رو سرکوب کرد بله, بله. کاملا درسته حالا به همه اینها اضافه کنید که هر مثلا چند صد کیلومتر یک بار هر ساعتی یک بار هم جلوی اینها رو پلیس میگیره رشوه میگیرن از اینها به دلایل مختلف آقا پول ما رو بده والله نمیذاریم تو رد من هم موافقم به نظرم کامیونداران به کنار کدوم قشر در ایران الان واقعا اوضاع خوبی داره و امنیت داره از دست این آقایون کدوم کشاورزان دارن نمیدونم ماهیگیران دارن نگاه کنید تمام مملکت به جان اومده متاسفانه ما الان در دورانی هستیم که تمام اقشار دیگه هم در مرز اعتراض و اعتصاب قرار دارن حالا به اینها بگید قطاع و طریق بگید مجازات میکنیم چه, چه،, چه چاره ای را از مشکل شما دوام میکنه من فکر می‌کنم آقای روحانی دولت آقای روحانی و سپاه در راه مقدم چینی یک جنایت بسیار بزرگ هستند علیه 80 و 85 میلیون ایرانی من فکر می‌کنم کمترین نشانه هایی از این دیده نمیشه که ذره ای از درآمدهای ارزی کشور داره به این کشور برمیگرده مقامات بین دارن میگن کل پول داره از این کشور خارج میشه کشورهای همسایه ایران دارن میگن که در ترکیه نیمی از خانه‌های نوساز استانبول رو افرادی از ایران خریدن این افراد کیان تفلیس پایتخت گرجستان نصف خونه های جدید رو خریدن در دوبی یک رقم بسیار غیرقابل باوری پول داره از ایران خارج میشه چطور این پول داره خارج میشه کی داره این پول رو خارج میکنه سپرده های ارزی ایران به حساب آقازاده ها و افراد حقیقی مرتبط با حکومت واریز شده یک سنت این پول دیگه به ایران بر نمیگرده درآمد های ارزی آتی ایران مثل فروش نفت گاز و پتروشیمی رو قانون تصویب کردن میخوام بدن دست آقازاده ها سرداران سپاه فک و فامیل آقای روحانی به یک ادعای تروریست این پولها به ایران بر نمیگرده من هشدار میدم بانک های ایران به زودی اعلام ورشکستگی خواهند کرد صندوق های بازنشستگی یک ریال توشون پول نیست تمام این پول رو دزدیدن خارج از کشور بردن بازنشستگان ایرانی چند ماه دیگه گرسنه خواهند بود صندوق های بیمه صندوق تأمین اجتماعی قادر به تأمین هزینه های بهداشتی میلیون ها ایرانی نخواهند بود هموطنان ما بر اثر امراض ساده جون خودشون رو از دست میدن من اعلام خطر میکنم آدم هایی که دارن این برنامه رو میبینن بدونن سی میلیون نفر حاشیه نشین در این کشور وجود داره که هر لحظه داره عصبانی تر میشه این که ما الان برنامه نگاه کنیم و خیالمون جمع باشه برای ما اتفاقی نمیفته پندار اشتباهی است این کشور داره به سمت یک فاجعه پیش میره من فکر هر وقت حکومتی داشته باشیم که خودش رو نماینده همه مردم صد درصد مردم بدونه و نه نماینده فقط بخشی از مردم هر گونه اعتصاب یا نافرمانی مدنی خشونت پرهیز و خشونت گریزی مفیده به دلیل اینکه نشون میده اون ادعای حکومت دروغین هست که نماینده همه مردم یا صد درصد مردم هست اگه برگردیم به تاریخ اندیشه میبینیم در وسط قرن 19 میلادی هنری دیوید ترو مالیات نمیده برای اولین بار میگه من نمیخوام به کشوری و دولتی که بردهداری انجام میده و جنگ میکنه بیهوده با مکزیک مالیات نمیدم زندانیش میگم برای یه مدت کوتاهی بعد که میاد بیرون یک مقاله ای می مینویسه در باب نافرمانی مدنی که امروز خیلی معروف هست که میگه هر وقت ندای وجدانت م. اخلاق به تو حکم میکنه که قانون خلاف اون اخلاق هست و باید در برابرش بیستی و انجام ندی بعدها حدود صد سال بعد ها نارنت میاد این اندیشه رو بست میده این نافرمانی مدنی و میگه که ندای وجدان خیلی خوبه ولی بیشتر حالت دفعی داره و پرهیزیه فقط به تو میگه مثلا آیشمن میتونست اگه به ندای وجدانش گوش میکرد به هولوکاست دست نمیزد اما میگه میگه ندای وجدان رو به درونه به درون خود داره بیشتر تهذیبیه اما نافرمانی مدنی یه خشونت گریز یا خشونت پرهیز رو به بیرون به جه، رو به جهانی داره که این ستم و ظلم و بیدالتی داره درش اتفاق میفته بنابراین میگه که ما بعد یه مرحله هم فراتر بریم از اون تهذیب اخلاقی و وجدانی خودمون بیایم همبسته بشیم با هم در برابر این ستمی که در جهان رخ میده بیستیم ولو اینکه ظاهر قانونی داشته باشه اما شرطی که آن رنت میذاره پرهیز از خشونت هست بنابراین هم جنبه وجدانی قضیه مهم هست که من به چیزی که به ندای وجدانم پاسخ منفی میده قانون ولو اینکه قانون باشه پرهیز میکنم از اون اما با دیگران هم بسته میشم در جهت اینکه نه فقط خودم بلکه جهان رو تغییر بدم بسیار عالی من در نهایت میخواستم بگم که خب این اعتصابات گسترده شده الان مغازداران و معلمان هم اعلام کردند که به جمع کامیونداران خواهند پیوست اگر کامیونداران رو نماینده یک گروه از مردم در نظر بگیریم و معلمان رو نماینده گروه دیگه اتصال این دو گروه هم این دو, گروه با هم دیگه نشان دهنده اینه که این حرکت داره رو به جلو پیش میره و برخلاف برخی دوستان که اینو ا ا ا ا فکر میکردن که داره به نقطه چین اعتراضات تبدیل میشه نه خطش اتفاقا ممتد هست و داره رو به جلو میره هیچ کاری از دست ما بر نمیاد مگر اینکه صدای این قشر محرومی رو که واقعا همونطور که آقای اعتمادی گفتن سختی زیادی کشیدن اینجا با صدای بلند بگیم و ازشون حمایت کنیم و یادم به بیاد یه صحبتی از آقای روحانی افتاد که وقتی که نظامیان اعتراض کردونن به دستمزد پایینشون اومد تو تلویزیون و خیلی راحت گفت که اینا شغلشون خودشون انتخاب کردن مگه ما بهشون گفته بودیم بیاین برین این شغل رو انتخاب کنین یعنی وقتی میبینی رئیس جمهوری کشور پاسخی که برای مشکلات یک سنفی ارائه ای ای میده اینه متاسفانه آدم میتونه انتظار داشته باشه که از این دولت هیچ راهکاری هیچ قدرتی بر نمیاد که بتونه مشکلات مردم رو حل کنه